اثر بحران‌های جهانی بر جوامع انسانی. آیا بحران کرونا انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده؟ وضعیت دشوار پناهجویان ایرانی در ترکیه زیر سایه کرونا. و تلاش هنرمندان ایرانی برای رساندن نوای موسیقی به گوش علاقه‌مندان در دوران قرنطینه. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. در جهان تا جمعه قبل بیشتر از 2,600,000 نفر مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند و نزدیک به 185,000 نفر هم جان خود را از دست دادند. اکثریت آنها طبق آمارهای رسمی در کشورهایی با سیستم‌های درمانی قدرتمند و پیشرفته. حالا فرض کنید که دوران پرمرگ و میر و هولناکی که کرونا ایجاد کرده تمام شود. کرونا را با چه تصویری به یاد خواهیم آورد؟ کلان شهرهای خالی، بیمارانی که در راهروهای بیمارستان‌ها رها شدند، دعوا بر سر خرید یک بسته دستمال، یا شاید هم کهنه سربازی که در آستانه 100 سالگی با راه رفتن ممتد بیشتر از 35 میلیون دلار برای سیستم درمانی کشورش جمع کرد. کرونا که در بیشتر از 3 ماه سر از 5 قاره درآورده، باعث تقویت انسانیت شده یا تضعیف آن. جزئیات بیشتر از کاوه مشکات. دویدن در خیابان‌های خالی تصویری است از این روزها، قاب‌هایی که شاید سال‌ها بعد نمادی شود از دوران کرونا. جهان این روزها رخدادی را تجربه می‌کند که شبیه هیچ اتفاق دیگری نیست. شهرها خالی و خیابان‌ها بیروح. شاید این زمانی است که هر فرد از خود این سوال ساده را می‌پرسد: این دوران از من چه می‌خواهد؟ برای پاسخ به این سوال، هر کس سعی می‌کند سهم خود را در این روزها ادا کند. وقتی امکان در آغوش گرفتن و لمس کردن نیست، تشویق کادر درمانی اینجا در بریتانیا راهی است برای نزدیکی بیشتر ساکنان یک محله، یک شهر و حتی کشور. این کار باعث میشه حالمون عوض بشه. مرگ یک مریض برای ما دردناکه. وقتی ما میفهمیم مردم بیرون از اینجا این رو میفهمن، خیلی به ما کمک میکنه. تصویری که مرز نمیشناسد، میخواهد ایران باشد. یا اسپانیا. به نظر میآید بحران کرونا مردم را به هم نزدیکتر کرده. ریو دو ژانیرو. اینجا روسینی است، بزرگترین محله زاغنشین برزیل که ساکنانش امکان گرفتن تست کرونا را ندارند. اما یک پروژه محلی به مردم اینجا فرصت گرفتن تست مجانی را داده. خطر گسترش ویروس در این منطقه جدیه، چرا که نتیجه آزمایش 40-50% افراد مثبت بوده. همدلی این روزها شکل‌های متفاوتی دارد. توزیع بسته‌های غذا در محله کوینز در نیویورک که ساکنانش بیشتر لاتین تبار هستند. بیش از 34% آمار قربانیان کرونا در این شهر متعلق به این گروه بوده. مهاجران لاتین تبار در این محله این روزها وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند. حدود 2 ماه که من کار ندارم، چون جزو اولین کسایی بودم که به کرونا مبتلا شدم و حالا بیکارم و بی پول. من به شدت به مواد غذایی احتیاج دارم و واسه همین اینجا. همین هم برام خیلی خوبه، چون واقعا هیچی ندارم. هنوز هیچ کس نمی‌داند دنیای پس از کرونا چه شکلی خواهد داشت و آیا این همدلی در بین مردم باقی خواهد ماند یا خیر. دنیایی که در آن شکاف‌ها و فردگرایی حرف اول را می‌زند، یا جهانی که در آن هر فرد بیشتر از هر زمان دیگری به فکر دیگری است. اما نشستن و دیدن کنسرتی مجازی برای میلیون ها نفر که در خانه های خود گیر افتادند پیام امید است. امید به اینکه همدلی این روزها پایدار بماند. کاوه مشکات، بی بی سی.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هشدار دادند که بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است به وخامت دوران رکود بزرگ در دهه 1930 میلادی باشد، بحرانی که بیکاری دست کم 15 میلیون نفر را در آمریکا به همراه داشت و تولیدات صنعتی در جهان را به نصف کاهش داد. تبعات بین‌المللی آن بحران دامن بخش‌هایی از اقتصاد ایران را هم گرفت، بخش‌هایی که با صادرات سر و کار داشتند. اما دولت وقت تدابیر خودش را برای مقابله با این بحران داشت. خشایار جنیدی به آن دوران نگاهی انداخته است. 29 اکتبر 1929، 7 آبان 1308. روزی که بورس نیویورک به خاک سیاه نشست. در پی به زمین خوردن بورس لندن و چند هفته تلاطم در بازارهای مالی، سرمایه گذاران برای فروش سهامشان هجوم آورده بودند. اقتصاد آمریکا در سرازیری تندی افتاده بود و طی 3 سال هزاران بانک ورشکست شدند و پولهای صاحبانشان دود شد. میلیون ها نفر بیکار شدند و هزاران کارخانه تعطیل. صفهای طولانی در برابر خیریه ها برای دریافت غذا به نمادی از آن دوران سیاه تبدیل شده، نمادی از رکود بزرگ. یکی از معضلات بزرگ این بحران افزایش شمار چشمگیر بیکاران بود. در ایالات متحده آمریکا با 25% بالاترین نرخ بیکاری رو ما داشتیم و بعد کشورهایی مثل آلمان و بریتانیا. پس لرزه‌های رکود بزرگ در آمریکا اقتصاد اروپا را هم ویران کرد. صدها بانک در اتریش و آلمان و دیگر کشورهای اروپایی ورشکست شدند. کارخانه‌های بیشماری تعطیل و میلیون‌ها نفر به سپاه عظیم بیکاران در سراسر این قاره اضافه شدند. این بحران جهانی بود. ایران هم بی‌نصیب نماند. در ایران نخست صنایع قالی‌بافی و ابریشم‌بافی ایران بود که مورد تهدید قرار گرفت. در صنعت قالی ما 15,000 یه باره بیکار داشتیم و در صنعت ابریشم‌بافی 5,000 بیکار. تقاضای جهانی برای نفت ایران هم کم شده بود و شرکت نفت ایران و انگلیس 15,000 نفر از کارکنانش را اخراج کرد. ایران در آن سالها تازه از خاکستر فلاکت و قحطی بزرگ جنگ جهانی اول برخاسته بود و با قدرت گرفتن رضا شاه نظم جدیدی را تجربه می کرد. اقتصاد ضعیف ایران دوباره در معرض فروپاشی قرار گرفته بود. در اسفند 1308، یعنی همزمان با این بحران که رپرپش حالا به ایران رسیده بود، وزارت اقتصاد ملی و وزارت راه تشکیل میشه به جای وزارت فواید عامه و قرار میشه که هم اقتصاد ملی و وزارت راه با یک برنامه بسیار بسیار شتابانی به مشکلات تلمبار شده ایران از پیش و روبه افزایش این زمان ایران پاسخ بدن. صادرات محصولات کشاورزی و خشکبار ایران هم آسیب دیده بود و دولت برای کمک به کشاورزان وارد عمل شد. یک بانک کشاورزی که اون زمان نام فلاحتی بهش دادند برپا شد و قرار شد که این بانک کشاورزی کمک بده به کشاورزا که بتونن در حقیقت به نوعی تولیدات کشاورزی خودشون رو همچنان حتی در یک نرخ پایین‌تر ادامه بدن. از سوی دیگر دولت با انحصاری کردن تجارت خارجی و دریافت تعرفه‌های بازرگانی سعی کرد منابع مالی لازم را برای صنعتی کردن کشور فراهم کند. رضا شاه که در پی منابع مالی بیشتر بود با شرکت نفت ایران و انگلیس قرارداد جدیدی را امضا کرد تا درآمدهای نفتی افزایش یابد. 13 کارخانه در این دوران در ایران شکل میگیره، درست میشه
و خب شمار تعداد کسانی که در این کارخونه ها کار میکنن افزایش پیدا میکنه. فشار بر اقتصاد ایران به فرصتی برای سر و سامان دادن به آن تبدیل شده بود. در آمریکا هم تبعات رکود بزرگ دامن جمهوری خواهان را گرفت و فرانکلین روزولت دموکرات در انتخابات سال 1932 به پیروزی رسید. سیاست‌های اقتصادی و مالی او میلیاردها دلار به اقتصاد ورشکسته آمریکا تزریق کرد تا چرخ‌های آن بار دیگر به گردش در بیاید. در اروپا هم وضع به تدریج بهتر می‌شد، اما نتیجه این بحران که تا آغاز جنگ جهانی دوم دیده می‌شد به قدرت گرفتن آدولف هیتلر در آلمان کمک بزرگی کرد. خشایار جنیدی، بی بی سی، واشنگتن. زندگی در قرنطینه برای اکثر آدم‌ها سخت است، اما احتمالاً برای پناهجویان سخت‌تر است. از جمله پناهجویان ایرانی که در ترکیه به دشواری‌های زندگیشان قرنطینه هم اضافه شده. سفر مجازی علی همدانی به ترکیه و دیدارش با این پناهجویان. بابا من می‌خوام با تو برم بیرون بسه. بابا جو الان که نمیشه، بیرون هنوز تمیز نشده. وقتی تمیز شد با هم میریم پارک، باشه؟ پس من رفتم. وای وای. برشی از یک زندگی در سایه کرونا. اینجا پارک بازی محله ما هست که معمولاً هفته دو یا سه مرتبه با سپه میبودیم برای بازی، اما خب این روزا همینجور که میبینید کاملاً خالی هستش. سرگرم کردن سپه، کودک پناهجو، شاید یکی از ابتدایی ترین دغدغه های هزاران پناهجویی باشد که در ترکیه هند. ترکیه نسبتاً دیرتر از همه جا درها رو به روی شهروندها بست. من محمد هستم. امروز در فاصله روزایی که توی قرنطینه خونگی به سر میبریم، امروز دارم میرم که یه سری خرید بکنم از مارکت. ما یه خانواده 5 نفره هستیم توی این شهر زندگی میکنیم که شامل خودم، همسرم، فرزندم، مادرم و مادر همسرم هستیم. پناهجویان ایرانی اکثرا در شهرهای کوچک ترکیه ساکنند. بی حمایت مالی سازمان ملل، بی حمایت دولت ترکیه و حتی بدون اجازه کار. و حالا کرونا. این مغازه‌های قفل محل کسب و کار پناهجویان شهرهای پناهجوپذیر. کسب و کارهایی که اصولاً بسیار پایین‌تر از دستمزد رایج به پناهجویان حقوق می‌دادند. حالا همه تعطیلند. واقعاً شرط خیلی سخت تر از قبل شده، به خاطر اینکه همه روزمزد بودن، توی رستوران ها، کارگاه های نساجی کار میکردن و الان با این شرایطی که فکر کنم این کارگاه ها و این رستوران ها و کافه ها بسته شدن، یعنی واقعا اون که روز در پرداخت روزانه رو هم از دست دادن. دولت ترکیه اخیراً بیمه پناهجویان سازمان ملل و خدمات بهداشتی رایگان را متوقف کرده، درست قبل از نزول کرونا. همین کار را برای پناهجویان ایرانی ساکن ترکیه که مانند سایر شهروندان در خطر ابتلا به کووید 19 قرار دارند سخت‌تر کرده. همش این سوال برام پیش میاد که واقعاً چه فشار روانیه، چون خودم مثلا الان یک هفته است که تن درد دارم، ولی هی به خودم میگم که خب سرماخوردگیه. سعی می‌کنم که ارتباط نداشته باشم، اون مسئله ایمنی رو رعایت کنم، ولی اون فشار روانی که روم هست واقعا همش منو به این فکر وامی داره که این تبعیض‌ها در همه چی و در همه شرایطی خودش رو به صورت پررنگی نشون میده. برخی از این پناهجویان بعد از سالها انتظار سرانجام قرار بود توسط کمیساریای عالی حقوق پناهندگان از ترکیه به کشور مقصد بروند، که کرونا پروازها را زمین گیر کرد. من پرواز داشتم برای استرالیا و قرار بود اونجا بازاسکان بشم و دقیقاً 5 روز قبل از پروازم کنسل شد به خاطر کووید 19 و من همه چی رو بسته بودم، آماده رفتن بودم، با کسایی که قرار بود توی استرالیا ببینم تماس گرفته بودم، گفتم من بچه من دارم میام و خونه رو اینجا جمع کرده بودم، آماده تحویل بودم.
و یهو همه گفتن بعد بمونیم و الان مشخص است من هنوز چمدونام هم باز نکردم. اگر آینده برای همه ساکنان کره زمین نامعلوم است، معمایش برای پناهجویان در ترکیه پیچیده تر است. مشکلات بسیار هستند و امیدوارم واقعا هر چه زودتر این اتفاق تموم بشه و ما به زندگی عادی اون برگردیم. امیدوارم سازمان‌های مربوطه بتونن دوستانی که اینجا واقعا بیکار هستن یه نگاه ویژه بکنن تا بلکه یه گوشه کوچیکی از مشکلات این دوستان برطرف بشه. پناهجویان در ترکیه به انتظار کشیدن عادت دارند و حالا یک انتظار تازه، اینکه درها کی باز می‌شوند. علی همدانی با کمک شهروند خبرنگاران پناهجو، بی بی سی. در حالی که پژوهشگران مشغول پیدا کردن واکسنی برای ویروس کرونا هستند، این ویروس فراگیر با گسترش سریع خودش را تقریبا به تمام نقاط جهان رسانده. کشورها و سازمانهای جهانی که انتظار چنین همه‌گیری را نداشتند، از هر ابزاری برای مقابله با آن استفاده می‌کنند. کاربرد فناوری و اپلیکیشن‌های موبایل از رایج‌ترین شیوه‌های مبارزه با شیوع کرونا بوده. اگرچه نگرانی‌هایی در مورد نقض حریم خصوصی و به خطر افتادن اطلاعات شخصی شهروندان هم به همراه داشته است. جزئیات بیشتر از کاوون خاموش. از شهری که آفت فراگیر بلند شد، دوباره ظاهراً آهنگ رقص شنیده می شود. این محلی های ووهان مشهور به خاله عموهای رقاص کنار رود یانگته سر رقصیدند، تجلیل از پایان قرنطینه شهرشان. ولی طوفان قبل از این آرامش با تدابیر سخت مقام‌های چین کنترل شد. بخشی از آن نظارت ذره‌بینی شهروندان و کمک فناوری، مثل نصب الزامی این اپلیکیشن دولتی برای گوشی‌های هوشمند که این روزها مجوز بیرون شدن از خانه برای شهروندان است. اگر اپلیکیشن تشخیص بدهد در محل مسئولی نیستید، اجازه بیرون شدن از خانه نمی‌دهد. اما برای آنهایی که خوشبینند، فناوری ناجی جان انسانها از این بلای قرن 21 است. دانشگاه کینگز کالج لندن این اپلیکیشن را به کمک شرکت زوی را انداخته برای ردیابی علایم ابتلا به کرونا و از مردم خواسته برای تحقیقات در این زمینه اطلاعات خود را در اختیار آنها قرار بدهند. وزارت بهداشت اسرائیل با استفاده از شرایط اضطراری اپلیکیشنی به نام سپر طراحی کرده. کاربران به کمک آن می توانند ببینند با فرد مبتلا به کرونا تماس داشتند یا خیر. آمریکا نیز با داشتن رکورد بالاترین آمار ابتلا به کرونا در جهان، در پی راه اندازی اپلیکیشن های موبایل برای ردیابی افراد مبتلا به کرونا است. در واقع شما از اطلاعات و داده های مربوط به مکانیا و گوشی های همراه افراد مبتلا به ویروس کرونا استفاده می کنید تا بر اساس آن همه گوشی های همراهی که در چند روز گذشته در فاصله 2 متری آن بوده اید را پیدا کنید و برایشان فوراً و به طور خودکار یک پیام هشدار بفرستید تا هر چه زودتر قرنطینه کنند و آزمایش بدهند. این شرکت آلمانی هم که مقر آن در نیویورک است، میگوید اپلیکیشن برای معاینه بیماران کرونا از راه دور طراحی کرده. استفاده از آن برای 2 ماه رایگان است و مراکز درمانی می توانند در هر جای دنیا آن را نصب و بیماران را از راه دور معاینه کنند. در سنگاپور که در مدیریت جلوگیری از شیوع کرونا شهرت پیدا کرده، این اپلیکیشن به کمک بلوتوث کاربرانی که به فرد مبتلا به کرونا نزدیک شده باشند را ردیابی میکند. اکثر این اپلیکیشن ها طور طراحی شدند که اطلاعات شخصی افراد مثل شماره تلفن و آدرس و داده های مربوط به محل زندگی و گشت و گذار آنها را ذخیره کند. بیشتر دولت ها گفتند از اپ ها سوء استفاده نخواهد شد، اما آیا همه نیت خیر دارند؟ در روسیه دولت این اپلیکیشن را برای صدور مجوز بیرون شدن از خانه معرفی کرده. مردم برای رفتن به داروخانه، پیاده روی و حتی دور انداختن آشغالی هم باید آن را در گوشی های خود نصب کنند. اپ جزئیات گذرنامه و یک سلفی کاربر را ذخیره می کند. بعضی از اقدامات قابل توجیه است، اما باید مراقب باشیم که وقتی این همه‌گیری تمام می شود، تدابیری که اجرا شده لغو شوند، چون یقیناً تهدیدی برای حقوق بشر است. بعضی شاید بخواهند که بدون حکم دادگاه اطلاعات مکان افراد را به دست بیاورند که این تدابیر شاید این امکان را تا ابد فراهم کند. با این حال تا اینجا کشورهای جهان با احتیاط گام‌هایی که چین برای مقابله با شیوع کرونا برداشته بود را دنبال می‌کنند. این یعنی شاید خیلی‌ها در کنار نگرانی سلامت و بهداشتشان باید با ناآرامی‌های روانی هم کلنجار بروند، حداقل تا وقتی که
دانشمندان موفق شوند واکسن این بیماری را کشف کنند. کاوون خموش، بی بی سی. این روزها و در جریان بحران کرونا هنرمندان بیکار ننشستند و با شعار در خانه بمانیم تلاش میکنند تا با اجرای قطعاتی در قرنطینه نوای موسیقی را به گوش علاقه‌مندان برسانند. جزئیات بیشتر از فرج بالافکن. این صدای ارکستر سمفونیک تهران است که قطعه پایانی سمفونی 9 بتهوون را می نوازد. اما این روزها با آغاز بحران همگیری بیماری کووید 19 از اجراهای پرشوری از این دست خبری نیست. در این میان اما بسیاری از هنرمندان از جمله شهداد روحانی رهبر دائمی ارکستر سمفونیک تهران ابتکاری به خرج داده. این روزها دنیا با پدیده جدیدی مواجه، پدیده‌ای که سلامت صدها هزار انسان رو به مخاطره انداخته، ولی نبض زندگی همچنان میزنه و موسیقی در زندگی ما جریان داره. من از نوازندگان و دوستانم خواستم که اجرای آثاری از موسیقی کلاسیک رو برای ما ارسال کنن تا ما موسیقی رو به خانه های مونده. این نوای دلانگیز آرشه فرزاد سیدی نوازنده ویولن ارکستر سمفونیک تهران است که قطعی از شوپن را نواخته. بسیار از اعضای ارکستر سمفونیک تهران به درخواست رهبرشون پاسخ مثبت دادند که از جمله آنها ماه سیما فلاحی نوازنده فلوت دوی ارکستر است. این فصل یکی از ماهای پرکار ارکستر سمفونیک تهران است که پیش از شیوع عالمگیر کرونا هر دو هفته یک بار کنسرت داشت. میترا کوته تکنواز پیانوی ارکستر سمفونیک تهران هم قطعاتی را از 4 فصل پیوتر چایکوفسکی در خانه نواخته. که حکایت به اینجا رسید، بگذارید نمونه از اجرای منفرد اما گروهی گروه ارکستر ایران را شاهد بیاوریم که قطعه سبکبال اثر حسین دهلوی را بازآفرینی کرده، آن هم به یاد خالقش که چندی پیشتر گذشت. شاید بدین امید که بشر از بستر این بیماری به سلامت برخیزد و دوباره همچنان نوای موسیقی در ذهن و روحمان جاری شود.
فرج بالفکن، بی بی سی. هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.